بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گرامی بندگان الله، بینندگان عزیز و گرامی خرسندم که در ابتدای برنامه شقایق بهترین سلام ها رو به تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضور شما بزرگواران بکنم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. سخن از الگوبرداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نظام خانوادگی است و اینکه چطور با الگوبرداری از اون بزرگوار یک از بروز اختلاف در نظام خانوادگی جلوگیری بکنیم تا در آرامش روانی و امنیت خانوادگی در کنار هم زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشیم، و دوم اینکه اگر هم به طبیعت بشری خودمون بنابر رفتارها و رویکردهای متفاوت خودمون دچار خطا شدیم یا خطایی از هر یک از اعضای خانواده سر زد که به بروز مشکلات و چالش‌ها و اختلافاتی در نظام خانوادگی منجر شد، چطور با الگوبرداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین این اختلافات رو حل و فصل بکنیم. به عبارت دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما الگوی کاملی در همه ابعاد زندگی و در شرایط مختلف زندگانی هستند. بر این اساس هست که ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در ابعاد مختلف الگو برداری می‌کنیم و اون بزرگوار رو به عنوان پیامبری که پیام‌آور هدایت بودند و اون بزرگوار رو به عنوان مرد و شخصیتی بشری که در نقش‌های مختلف انسانی و البته الگوساز با برخورداری از دو شخصیت انسانی و نبوی خودشون الگوی ما شدند، در ابعاد مختلف زندگانیشون الگو می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم. از این روز که ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو، سیرت ایشون رو، سنت ایشون رو شایسته است که در زوایا و ابعاد مختلف نظام خانوادگی و تعاملات ایشون با اعضای خانواده مورد بررسی قرار بدیم. و اینجاست که موضع گیری های متفاوت، متعدد و گوناگون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جهت گوناگونی در تنوع و نه گوناگونی در اختلاف و یا تشتت و پراکندگی عرض بکنم، این توضیح رو بدم. گوناگونی که هر یک از این تنوعات رفتاری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما الگو هست، در زوایای مختلف زندگیشون شایسته و بایسته است که مورد مطالعه قرار بدیم و بدین سان اون کارایی و تأثیری که این الگو برداری از زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خواهد داشت رو در هر یک از ابعاد زندگی خودمون خواهیم دید. خلاصه کلام اینه که با الگو برداری از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زندگی سعادتمندانه خواهیم داشت، از آرامش روانی و امنیت خانوادگی برخوردار خواهیم بود، چون به حق و حقیقت که هیچ الگویی در این زمینه کاملتر از الگوی به جای مانده برای ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اینجاست که اجازه میخوام بعد از این توضیحاتی که اینجا و در این قسمت از برنامه شقایق تقدیم حضور شما بزرگواران کردم و نظر به آنچه که در برنامه‌های گذشته تقدیم حضور شما بزرگواران شد، این مطلب رو اینجا باب بکنیم و این موضوع رو بکشاییم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شرایط مختلف زندگی خودشون چگونه موضع گیری هایی داشتن، چگونه رفتاری داشتن، اخلاقشون با همسرانشون چطور بود، اخلاقشون با فرزندانشون چطور بود، اخلاقشون با همسایگانشون چطور بود، اخلاقشون با کسانی که به هر حال تعامل با اونها اثر و نقش خودش رو در وضعیت
اخلاقی، رفتاری و امنیت خانوادگی داره، رفتارشون با هر یک از این افراد مؤثر چگونه بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین فرزندانشون رو دوست داشتن. میدونید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 4 فرزند دختر و 2 فرزند پسر داشتند و آنچه که از طاهر و طیب به عنوان نامهای فرزندان رسول خدا، فرزندان پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده، در واقع عنوان و لقبی است برای 2 فرزند پسرشون. 4 دختر داشتند: زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن، و همچنین 2 فرزند پسر. ما محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در هنگام وفات فرزند پسرشون ابراهیم می‌بینیم، که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرزندیشون ابراهیم رضی الله عنه وفات می‌کنه، اشک از چشمان مبارک سرازیر میشه. برخی از صحابه گمان می‌برند که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بی صبری و جزع و فزع در هنگام از دست دادن عزیزان منع کردن، این بدین معناست که حتی انسان نباید گریستن طبیعی داشته باشه و باید جلوی گریه کردن طبیعی خودش رو بگیره. و این سوال رو هم مطرح کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بیان فرمودند که این از بابت رحمتی است که الله متعال در دلها قرار داده و این رحمت و این مهربانی و این مهرورزی از سوی پدر و مادرها درباره فرزندان یک حقیقت، یک واقعیت که انکار ناپذیر هست. و در همون زمان بود که برخی همزمان با خورشید گرفتگی گمان کردند که خورشید گرفتگی ربط داره به وفات فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در اون زمان هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیان حق و حقیقت قصور و کوتاهی نفرمودند و فرمودند که این خورشید گرفتگی نشانی از نشانه های الهی است، اما جلوه های محبت، مهربانی و رحمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اشکهای مبارکی که از چشمان مبارک سرازیر شد نمایان گردید و فرمودند که قلب ما اندوهگین هست و چشم ما گریان هست و ای ابراهیم، ما در فراق تو اندوهگین هستید. ان العین تدمع والقلب يحزن وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. این اون سخنی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام وفات فرزندشون ابراهیم رضی الله عنه بر زبان آوردند و اون وضعیتی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اون حالت و در اون مصیبت پیش آمده داشتند. یا زمانی که فرزندشون، دختر بزرگوارشون زینب رضی الله عنها خبر میده که فرزند من در حالت مرگ هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صحابی رو میفرستند و دلداریش میدن بعد قبل از اینکه خودشون تشریف ببرند و میگن فلتصبر ولتحتسب، صبر و شکیبایی پیشه بکن و به اجر و پاداش و رحمت الهی امیدوار باش. در این شرایط هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیان راه هدایت کوتاهی نمی‌کنند. به این خاطر هست که میگیم در گوشه گوشه زندگی خودمون، در زاویه زاویه زندگی خودمون، در هر بُعد از ابعاد زندگی خودمون از اون بزرگوار الگو برداری بکنیم و سخن ما در رابطه با جلوه های رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان الگوی هدایت در نظام خانوادگی است و سخن ما مشخصا از محبت و مهرورزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اعضای خانواده شون هست که چطور فرزندان خودشون رو دوست داشتند. نمونش رو در تعامل ایشون با فرزند دخترشون بانو فاطمه رضی الله عنها میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پدری شفیق و دلسوز در مهرورزی و محبت به فرزندان خودشون، از جمله فرزندان دختر خودشون، کوتاهی نکردند و بلکه الگوی جاودان و همیشگی برای انسانیت و جامعه بشری بر جای نهادند که در جامعه‌ای که برخی از اقوام
برخی از مردم فرزندان دختر خودشون رو زنده به گور میکردن، الگوی هدایت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این گونه همسران خودش رو، این گونه فرزندان دختر خودش رو گرامی میداره تا این حقیقت برای همیشه تاریخ به عنوان افتخاری برای هر مسلمانی خونده بشه، مورد مطالعه قرار بگیره، بازگویی بشه که به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهترین الگو در جامعه بشری برای بیان جایگاه تربیتی و اهمیت تربیت فرزندان دختر در کنار محبت و مهرورزی به اونها بودن. به این خاطر هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بهشتی خبر میدند و ضمانت میکنند و از جایگاهی برای فرد مؤمنی در بهشت خبر میدند که دو فرزند دختر یا دو دختر رو تربیت بکنه یا اونها رو بر اساس ارزش‌های دینی و البته مسئولیت پذیری که در قبال اونها در چارچوب مسئولیت‌های خودش در قبال اونها داره تربیت بکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جایگاه او در بهشت خبر میدن در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این افتخاری است برای من و شمای مسلمان، هر خانم و آقایی که میخواد با یک زندگی سعادتمندانه البته از طریق الگوبرداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین بدونه و بشناسه که زندگی الگو و خانواده خوشبخت کدوم خانواده است. در شرایطی که الله متعال بیان می‌فرماید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. عرض کردم در جامعه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهترین محبت ها رو تقدیم فرزندان دختر خودشون میکنند، بهترین محبت ها رو، کاملترین محبت ها رو تقدیم همسرانشون میکنند، از فضایل تربیت دختران سخن میگن که در اون جامعه برخی از اقوام، برخی از گروه ها و برخی از افراد فرزندان زنده خودشون رو، فرزندان یا نوزادان دختر خودشون رو زنده به گور میکردند. در صورتی که اگر ما نگاهی به همین آیه سوره مبارکه نحل داشته باشیم میبینیم که در این آیه الله متعال با کلماتی این حقیقت و واقعیت تلخ رو خبر میده که در نوع خودش باز تأمل برانگیز هست. و اذا بشر، زمانی که یکی از اونها بشارت داده میشد، مژده داده میشد به اینکه صاحب فرزند دختر شدی و نوزادی که به دنیا اومده، فرزندی که برای تو به دنیا اومده دختر هست، میگه بشارت داده میشد. این بیان میکنه که موضوعی است بسیار حساس و مهم در محبت و مهرورزی به فرزندان از جمله فرزندان دختر. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بشارت داده میشد به فرزند دختر که فرزندی که برای تو متولد شده دختر هست، چهرش سیاه میشد، چهرش در هم کشیده میشد، بنابر باورهای غلط و نادرستی که داشت در اندیشه فرو میرفت، از قوم خودش متواری میشد، گوشه‌گیر میشد، با خودش افکار شیطانی رو مرور میکرد که زنده به گورش بکنم، چون داشتن فرزند دختر رو ننگ میدونست. ایمسکو علی هون ام یدسه فی التراب، با خودش میگفت که ننگ و خاری زنده نگه داشتن فرزند دختر رو تحمل بکنم یا او رو زنده به گور بکنم. این وسوسه های شیطانی، این گونه جامعه ای، در این چنین جامعه ای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین چه محبت هایی رو نثار فرزندان خودشون به ویژه فرزندان دختر میکنند. بانو فاطمه رضی الله عنها وقتی که به نزد پدر بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میومد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جای خودشون بلند میشدند برای فرزند خودش، برای احترام به فرزند خودش، برای گرامی داشته به دختر خودش فاطمه، برای محبت به دخترشون فاطمه از جای خودشون بلند می شدند، دست فاطمه رضی الله عنها رو می گرفتند،
فاطمه فرزند دختر خودشون رو میبوسیدند و اون رو در همون جایی که خود بزرگوار نشسته بودند مینشوندند. و فاطمه هم وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پدر بزرگوارش نزدش میرفتند همین کار رو انجام میداد، از جا بلند میشد، میرفت دست پدر رو میگرفت، پدر رو میبوسید و او رو در جایی که نشسته بود مینشوند. این بیانگر اون محبت متبادل و دو طرفی هست که در بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان ایشون وجود داشت. از یاد نبریم که در سیرت و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این گزارش اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حسن و حسین رو، فرزندان دختر خودشون رو، نوه های خودشون رو بر دوش و بر پشت سوار میکردن، که البته به این هم خواهیم رسید. اما آنچه که مهم هست اون رفتاری است و رویکرد رفتاری است و اخلاق بزرگمنشانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین با فرزندان خودشون داشتند. به راستی که این صحنه، این رفتار، این اخلاق، صحنه اخلاق و رفتاری است با شکوه که با گذشت قرنها هنوز نه اینکه کهنه نشده، بلکه شکوهمندی خودش، تازگی خودش رو داره. دقت بفرمایید، جامعه‌ای که درش انحرافاتی وجود داشت که برخی از اقوام، برخی از افراد و نه همه البته، برخی به اشتباه گمان میبرند که وقتی که از جامعه جاهلی سخن میگیم تماما اون جامعه هیچ ارزش اخلاقی نداشت، سخاوت، کرامت، غیرت، بزرگمنشی و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی رو جامعه جاهلی هم در خودش داشت. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خوبی‌های اونها رو تایید فرمودند، تقویت کردند و بدی‌های اونها رو رد کردند و اصلاح فرمودند. در اون جامعه که برخی از افراد فرزندان خودشون رو، فرزندان دختر خودشون رو زنده به گور می‌کردند، در اون جامعه این رفتار با شکوه رو از خودشون ثبت کردند و به یادگار گذاشتند تا ما بدونیم که انسان مسلمان در هر شرایطی برای سعادتمندان زندگی کردن و برای برخورداری از یک خانواده خوشبخت الگوی همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو داره که آن سنت ها و رهنمود ها و صحنه های شکومند و با شکوه مهرورزی و محبت نسبت به انسانیت و البته همچنین نسبت به اعضای خانواده رو برای ما به یادگار گذاشتند و ثبتش کردند. ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. به امید توفیق از سوی الله متعال که از رسول هدایت الگو برداری بکنیم، این برنامه رو هم به پایان میبریم و انشاءالله در ادامه همین موضوع در دیگر برنامه‌های شقایق در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.